Today's enlightening entertainment will be presented in Dari and English with subtitles in Arabic, Oloxes or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. بینندگان مهربان خوش آمدید. امروز ما شما را به دیدار از افغانستان دعوت می‌کنیم تا اینکه دوستان جدید پیدا کنیم و نگاهی به زندگی روزانه مردم افغان بیاندازیم. در جاده‌های کابل ما با دو خارجی که مکرر از افغانستان دیدار می‌کند آشنا می‌شویم. یکی از آنها از آمریکا است و دیگری از یونان و هر دو نظراتشان را به ما می‌گویند. I'm from Los Angeles, California. We find the people very friendly and very helpful to us. Yeah, I found it. The cashews are good. I'm from Greece, and I find this place interesting. People are very nice. Culture is very interesting too. The food is very nice, very nice. I'm from Greece, like I told you, the same cooking. So I like it, you know, it has a good taste. The naan is good. If you're hungry, you just eat one naan, you don't need to anything else. You're good for the whole day. نان بسیار لذیذ به نظر می رسد. بسیار زود جذب بوی نان تازه و خوردنی های دیگر می شویم که در جاده های کابل به فروش می رسند. بینندگان سپریم مستر تلویزیون. بعضی از خوراک بابای یا چیزای خوراکی که در افغانستان سودا میشه یک شنجیر رسک که نسبتا اول این خود تر رسک بعد از این که از درخت ها چیده میشه این رو خشکش میکنه در آفتاب میمانن بعد از این تو یک قسم علقه میشه و از بینش تمام میشه به هم دیگه وصل میکنه یک چیز خشک بسیار ساده همچنان بسیار شیرین است و مفید نسبتا برای ما گفتم میتونی که کیلوی چند سودا میکنی چقدر مردم میخرن این رو؟ کیلوش به درک 350 افغانی است. مردم بسیار از استفاده خود میکنن میخرن زیادتر به خاطر که بسیار به مرضا شفا است. دیگه ورزشکارا بسیار از استفاده میکنن. روزانه که سودا میکنم روز 400 500 غریبی میکنم انجیر زیادتر میخرن روز 4 کیلو 5 کیلو سودا میکنن. لامو خصم گفتن مردم های زیادتر استفاده میکنن که ورزشکار هستن و فکر کنم اجازه خواسته که بخورم. بسیار شیرین است. بسیار مغذی است. خب، فرهاد جان میتونیم بگیم که یزی چهار مغز و پسته و جلغازه و انجیر و میوه‌های خشکی که دارن مردم کی استفاده میکنن؟ مردم افغانستان از استفاده خوب میکنن به خاطر که از خودشان هستن. جلغازه را وقت استفاده میکنن که هوا کمتر سردتر باشه و میوه خشک همچنان پسته و بادام. پسته این پسته شور است، چهار مغز، جلغازه، بادام، کشمش، نخود. دیگه را وقت استفاده میکنن که هوا سردتر باشه به خاطر که یا گرم است. مهمانی که خانه دوستان میرن همیشه از اینا استفاده میکنن میخورن امروز چای. خارجی ها همچنان استفاده میکنن مثلا چین زیافتر میره، روس زیافتر میره، روسیه. دیگه ایران هم زیافتر میره، مردم از استفاده میکنن، هندستان هم مردم زیافتر میخورن. آلو بخارا است، میوه افغانستان است. اگه آدم که گرمی داشته باشه یا گرمی بزنه چه از استفاده میکنن از میخوره خوب است برای سر درد. اسمم احمد خلیل، یکی از دکاندارای شهرنو می باشم. یکی از شیرنیباب افغانی می باشه که از نیشکر جور میشه و در ولایت جلال آباد دی کشت میشه و از نیشکر به دست میاد و ایرا مردم افغانستان بسیار خوش دارن که خصوصا که چای صبح بسیار میخورن و بعد از صرف نان ایرا زیافتر مردم که چای میخورن و نیشکر را جوش میتن و بعد از اینکه ایرا خوب جوش رن به قیام رسید بازی تبدیل به گر میشه که از آب نیشکر جور میشه برسن مزی از شیرین میباشه مثل بوره در کابل با چند دوست جدید آشنا شدیم که از ما با مهمان نوازی معروف افغانی استقبال کردند. با آقای غلام محمد ملکیار رئیس اداره تحفظ محیط زیست
و پسر وی نجات ملکیار یک دانشجوی دانشگاه آشنا شوید. Tea is the first hospitality in Afghan cultures. Anytime you come to a house or to visit relatives or friends, the first, without questioning or without asking, they bring you tea. Tea with candies, tea or sweets or without any sugar. But the tea is the first sign of hospitality. Then in the lunchtime, they insist the guests not to leave, to have lunch together. If the guest has some other important jobs, he can go. But normally, the host insists guests to stay. In the morning and during daytime, when you're tired, tea is the... Anytime you drink tea. And what kind of tea you drink? Black and green tea. Normally after a meal, we have fruits. But depends to the personal appetite. And also they grow some kind of vegetables in their yard, for just for their guests actually, not for their own self, like cucumber, carrot, something else. This is the major habits of Afghan people. در فرهنگ افغانستان سفره معمولاً بر روی زمین انوار می شود و نام آن دسترخوان است. بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی یک شخص، تهیه یک دسترخوان زیبا با خوراکی فراوان مهم می باشد و خصوص برای مهمانان بر روی یک پارچه بزرگ غذاها طوری چیده می شود که براحتی در دسترس مهمانان باشد. The foods are like vegetables. Actually, you should explain the vegetables that contains salads and carrot, something, lemons. In a napkin of Afghans, usually we put bread. But another thing that we call it, I don't know what other people call it, it have vinegars and many things else. We put vinegar, carrot, and other kind of vegetables, natural vegetables on it. We make, and we can call it achar, this achar. And this is the cauliflower that we can make it. Afghan people like these things, actually. این دسترخوان با غذاهای افغانی دارای سالاد، ترشی یا آچار و خوراک کاری گلکلم می باشد که در میان غذاهای رایج و محبوب مردم افغانستان هستند. All of the family should be here in one place to eat because feeling is more important for Afghan people. If you ever gone to any shops that people like they are working, cooperating with each other, 4 or 5 person will eat in the same dish, all of them in one time with hands. But some people like to eat with a spoon, but a lot of people like to eat with hands actually, because they tell that its taste will be more than a spoon. It's a kind of habit getting from fathers actually. نجات میگوید سنت های اصیل افغانی را میتوان در مناطق روستاش پیدا کرد. بیایید به بیرون از کابل برویم. آقای علی حسین بگزاد، یک کارمند مالی والی ولایت بامیان، ما را به یک روستای زیبا در بامیان دعوت کرده است. روستای آقای فولادی در مرکز افغانستان در 240 کیلومتری شمال غربی کابل قرار دارد. یکی از بزرگان این روستا به نام آجی عزت‌الله ما را به خانه‌اش دعوت می کند. که در آنجا دوستانش جمع شدند تا نیایش کنند و از مصاحبت همدیگر برخوردار باشند. عقاید اسلامی ما باید ما جمع شیم. اینجا خواندن داریم. یک چند روز ماندم محرم؟ پنجشنبه اینجا خواندن داریم. باز محرم یک در روز دیگه خواندن مذهبی داریم. بیشتر مردم این روستا کشاورزان محصولات غذایی می باشند. وضعیت دهقان فعلا در شرایط فعلی خوب است. وضع خدا وضع ما خوب است. کچالو دیگه چی است؟ رشقه از عرف بابا رشقه است. دیگه عدس، مشونگ، همه چیز از حبوبات ما کشت میکنیم. از کچالو دیگه همه غذای شبانی خودم مردم البته تهیه میکنه و اقسام مختلف بولانی جور میکنه، چپس جور میکنه و دیگه بعضی چیزهای دیگه هم بعضی فامیلا جور میکنن. از گندم خون وارد میکنه، خون نان میکنه.
زنان روستای شاه‌فولادی قوی هستند و کارهای روزانهشان را به خوبی انجام می‌دهند. حاصل کار محبت آمیز این زنان که لباس‌های رنگارنگ و زیبایی می‌پوشند، موجب زندگی آسوده برای تمام مردم روستا می‌شود. کودکان به مکتب می‌روند و با عشق و مهر بسیار بزرگ می‌شوند. رویه ما خب با اطفال ما، اطفال خود از نوری چشم خود که زیاد دوست داریم، اونا رو کوشش میکنیم که تربیه بکنیم، به تربیه تعلیم و تربیه اگر خورد باشه با اوز قهر نمیشیم، مورد لدکوب نمیکنیم، تهدید نمیکنیم، به خاطر اینکه اون مورالش ضعیف میشه. ما در این منطقه روستای افغانستان بیشتر با سنت‌های خوب پذیرایی از مهمانان آشنا میشویم. مهمان میایه پیش در میبراییم، بهش میگم خوش آمدین، خوش باشین، صفا آوردین، بفرماین، بشینین، میشینن، احترامشان میکنیم، غذا بهشان میتیم، چایش بهش میتیم، بعد از او کوشش میکنیم، اگر ناوقت بود شب باشه، اگر رفتنی بود، تا بیرونیم دروازه را بهش استقبال میکنیم، خوش آمدی، خداحافظ، برو بمانه. از ما همچنین دعوت شد تا بر سر یک دسترخان زیبای دیگر، با غذای خوشمزه برویم. Before starting the meal or the foods, so there is a custom that we wash the hand of the guests or others who are going to have a meal. Yeah, this is the custom. It is as the usual for the foreigners and also for the families. Yeah, the same. Before starting the foods and after having the lunch or dinner or breakfast, just we will wash the hands. بعد از این که در منطقه روستای زیبا این غذای دلپذیر را با دیگران میل کردیم، یاد گرفتیم که واقعاً خوشمزه تر است وقتی که با دست غذا بخوریم. بعداً آجی عزت‌الله و دوستان از نان و چای لذت میبرند. در بازار روستا یک نانوایی که صاحب آن یک خانواده می باشد مشتریان بسیاری دارد. نانوا آقای محمد جان با افتخار در مورد نانی که روزانه درست می کند توضیح می دهد. یعنی نانی است که نانی معمولی است، یعنی نانی است که مردم از این استفاده می کند، یعنی تمام مردم بامیان در کلی در هر جای افغانستان که باشه یعنی نان است که زمین استفاده میکنه مردم، یک نان معمولی است دیگه. من تقریبا میشه یکون 30 سال میشه که دمی کار است، من این وظیفه ما است که نان بایست اینجا نازکنی میکنم، وازبری میکنم، دیگه کدام کار خاصی نیست، راست میکنم، پر میزنم، دیگه هر کی یک وظیفه داره اینجا. خب وقتی که امی دیزاین استفاده میکنین برزی، آیا در پخته شدن نان رو می کمک میکنه؟ که نان چه قسم پخته شده یا پخته نه؟ هر قسم مردم خوش داشته باشه، هر قسم پخته میکنه. 20 تا نان، 25 تا نان تندوری ما میگیره. در یک روز چند نان پخته میکنین؟ در یک روز 2000 نان. تشکر شما که آمدین، خبر ما را گرفتین، بسیار متشکرم، ما شما خوش هستیم، بخیر وطنتان برین. زمانی که از آنجا رفتیم، گرمای آن نانوایی با نشاط در بازار با شهر کابل امرای ما بود. از تمام دوستان جدیدمان بسیار سپاسگزاریم و امید است که خداوند مردم افغانستان را با نعمت و شادی برکت دهد. بینندگان مهربان، از همراهی امروزتان سپاسگزاریم. لطفاً برای برنامه کلام حکمت بعد از اخبار قابل توجه با سوپریم مستر تلویزیون همراه بمانید. امیدواریم که قلب شما آسوده و شاد باشد. Kind viewers, thank you for your company today. Now please stay tuned to Supreme Master Television for words of wisdom. After noteworthy news, may your heart be carefree and happy. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.